سلام سلام دوستان عزیز خودم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. نوبتی هم که باشه، نوبت آموزش دوخت دمپای شلوار به صورت مزونی هست. من میخوام تو این آموزش به صورت مزونی با استفاده از نوار گام و لای حریر بهتون آموزش بدم که چجوری لبه های شلوارتون رو پاکدوزی بکنید. به نوار گان و لای حریر هر دو باید هم رنگ باشه بچه، هم رنگ پارچتون، ولی چون من به خاطر اینکه واضح باشه آموزش از رنگ های مخالف استفاده کردم. لای حریرتون هم بستگی داره به اندازه‌ای که میخواین لبه شلوارتون رو پاکدوزی کنید و برگردونید. اگر 2 سانتی 2 سانتی برش میزنید، اگر 3 سانتی 3 سانتی برش میزنید. حالا من یه اندازه فرضی برش زدم که شما متوجه بشید حالا به چه صورتی هستش. بچه ها این الان داخل شلوار هستش، خب، و این الان روی شلواره دیگه، اینم حالا پشت داخل شلوارمونه. اینجا لای حریرمون رو میایم از سمتی که چسب داره و دوندونه میایم به سمت خودمون هست، به سمت روی خودمونه، میایم روی شلوار لب به لب شلوار از سمت داخل قرار میدیم و یعنی لبه های لای حریر پارچه شلوارتون بعد لبه هاش روی هم باشه و میایم نوار گانمون رو دقیقاً میبریم روی این دوتا لبه و گاندوزی میکنیم دور تا داره کار رو با نخ هم رنگ. ببینید از این لب شروع میشه تا انتهای اون اندازه بزنید، حالا یه چند سانت هم اضافه تر که در انتها اضافاتش رو میتونه قیچی بکنید. شما میتونید دور تا دور کارتون رو کوک بزنید، میتونید سوزن بزنید. حالا من سوزن زدم که براتون حالا ملموس تر باشه کار، که اگه خودتون خواستین انجام بدید بدونید به کار به چه صورتی هستش. دقیقاً لبه دوتا لبه گان رو میارم روی لبه لای حریر رو پارچم و سوزن رو داخلش میکنم، یه دونه رفت و برگشت کوچیک انجام میدم و بعد حواسم هستش که دو طرف نوارم باید دقیقاً موقع دوخت از روش رد بشه و به یه اندازه باشه هر دو طرف، یه طرف مثلا دوخت بشه یه طرف دوخت نشه. حواستون به این قسمت باشه و آروم آروم و با احتیاط دور تا دور کارتون رو چرخ میکنید. این خب این چرخ این قسمت خیلی نکته مهمی هم کمک میکنه به تمیز دوزی کارتون، همینه که خب زیبایی قشنگتری داره و در انتها خروجی کار بهتری هم دارید دیگه. الان من آروم آروم کار رو انجام میدم، دارم میرسم به انتهای کارم. ببینید دقیقا شما هم تمام مراحل رو انجام میدید. اگر سوزن میزنید سوزن رو بردارید، دونه دونه بهش نزدیک میشید و حواستون باشه که این دوتا لبه نوار گان دقیقا پوشش بده پارچه و بالای حریر رو. لای حریرم که همونطور که بهتون گفتم الان به سمت خودم هست، قسمت چسب دارش و قسمت دوندونش دیگه. خب الان من نخای اضافه رو قیچی میکنم و میرم برای اتوکاری، اتو میزنم و میام بهتون نشون میدم. ببینید بچه ها، من الان میام کار رو بر میگردونم به سمت داخل. ببینید بهتر که از یه درس شروع کنم که یه نشونه باشه برام که بتونم از اون قسمت بقیه اندازه ها رو بزنم. از اینجا بر میگردونم. خب حالا همچون گفتم از درس شروع کنید بهتره. دقیقاً از لبه لای حریر بر میگردونید، چون اندازه ها یکی هست دیگه، پس لای حریر رو با دقت هم طول و عرضش باید یک اندازه باشه موقع برش. و مرحله به مرحله همونطور که برمیگردونم اتو هم به سمت داخل میزنم. از رو هم میتونید اتو بزنید، اگر که حالا میخواین از رو بزنید بهتر که یه پارچه بندازید روش که رد لای گانتون روی پارچه منعکس نشه. خب بچه ها به این صورت کامل چسبیده شد، استحکامش هم خوبه، با شستشو باز نمیشه. اگر که دوست داشته باشید میتونید پستوس هم برید از روی کارتون. به این صورت به انتها رسیدیم. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. اگر اولین بار هست که آموزش رو میبینید و کانال رو میبینید، سابسکرایب کنید، لایک کنید و بر دوستانتون بفرستید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.